نقاطی که در واقع برخورده فرم هاست مثل این جاها را تأکید کنید روش. ببینید اینجا دوتا حرکت داریم، یکی این ایوان است اومده به سمت اون آخر، یه دیواری هم از این سمت اومده. ببینید اینجا را تأکید کنید. بر فرض من کاغذ میچرخونم به این صورت یه خط میذارم، نگاه کنید اینجا دوباره میام هاشور میزنم، حالا میرم به سمت چپ، این هاشور میتونه یک دست ادامه پیدا کنه تا اون آخر به این صورت. باز این بالاهای خطی داریم، میخوایم تأکید کنیم، جدا کنیم از آسمان، این خط را ترسیمش میکنیم. نگاه کنید ترسیم این در واقع فرم های قوسی شکل، اینها را اول تقسیم بندی بکنید مثل این، بعد یه نقطه اینجا بذارید و بعد اینا رو به هم وصل کنید این به این صورت. نگاه کنید در کل این دیوار رو میخوام حالت هاشور باشه و اینجا یه هاشور بزنم موازی، همه موازی، نگاه کنید تمام موازی به این صورت. حالا اگر که اینا حالت توی خالی باشه، یعنی اصلا توش در واقع چیزی نباشه، میتونید سایه های اینا رو بندازید اینجا، نگاه کنید پایین تیره سایه هاش بالا که میاد کم رنگ، ولی حدود قوس ها رو باید داشته باشه دیگه در واقع به این صورت. اشاره میکنیم زیاد نهایت در واقع ضعیف کاری بکنید، هاش رو در حدی بزنید که بتونید فقط مفهوم رسونده باشید. متوجه دنان این قسمت ما تونستیم نشون بدیم به این صورت. ببینید این از قوس هم مثلا این جار کم رنگ. ضمن این که فرم رو اینا رو من رعایت کردم، در این حال اومدم تیرگی اینجا زیاد بود اومدم پایین روشن کردم. یعنی دوتا در واقع نکته هست اینجا، یکی این که این تیرگی از اینجا مثل این که بیاید یه همچین هاشور بزنید این پایین تیره بیاد اومد به سمت روشن این، و نکته این که فرم های اینا رو در واقع نور اینا رو اینجا پیاده کردم. باز میرم جلوتر اینجا چیه اینا؟ میده اینا چیه؟ دار بست که نمیخوایی بستن. خب حالا اینا رو بر میداریم، اینا رو این حالت فضای اینجا میذاریم. باز اینجا به سمت بالا نگاه کنید زخامت میدم، این زخامت میدم با کناره یک اتودم زاویه دست منو نگاه کنید فقط که در واقع این طوری چرخش کاغذ. باز دوریم به سمت داخل حرکت میکنه، اینم به سمت داخل حرکت میکنه، این قصه اینجا رو میذارم. نگاه کنید اینا داخل روندن، اینا رو ببینید هاشور میزنم، یه هاشور ظریف منظم با هم میرم به سمت بالا. ببینید یک نفس میرم به سمت بالا،
باز دور از اون سمت دادم میام به سمت پایین، چرخش مداد دادم تا یکم نوکم تیز بشه به این صورت. خب اینجا میتونه در واقع یه فقط برجستگی باشه و تیرگی ها رو ببینید، این تیرگی بیاد به سمت بیرون شلاقی. ادامه این خطوط رو ببینید، ادامه این خط، زاویش این، بعد زاویش بازتر، بعد زاویش عمودی، بعد زاویش دوره برگشت از این سمت و اومد به سمت زمینه پایینه در واقع. حالا اینجا رو میتونید با چند تا خط حالت مشبکش بکنید و قطعه های کوچیک‌تر. یادتون باشه اون پایین ها که میدیم قطعه همون کوچیک‌تر میشه. تأکید نکنید مثلا بیاد همه رو اینجوری محکم بکشید، نه اصلا این داستان نیست. یادتون باشه اینجا الان زخیمه، هر چقدر به سمت ما میاد باید بزرگتر بشه، پس این خط اشتباه بود، ما این خط رو میاریمش بالا از بزرگ پرسایید. خب من این سایه اینجا رو میام به سمت بالا به این سایه. و ما این دور بست توی اینجا ببینید، خطاتون رو یکم لرزون بذارید چون که اینا خطای بنا نیست. نگاه کنید خطاتون با اون خطای اصلی فرق کنه. ببینید من چند تا عملا چند تا حالت مربع تأکید اینجا میذارم به عنوان اینکه اینجا حالت غیر از بنامه. ببینید این خط الان درست شد، حتی میتونم این طرفش هم همین داستان رو پیاده کنم. نگاه کنید لرزان و خطایی که در واقع نمیخوایم شبیه فرم بنامون باشه. اینجا باز دوباره تاکید، نگاه کنید تاکید، اینجا به سمت پایین تاکید. اجازه بدید خطتون هم دیگر رو قطع کنم. خب این هم به سمت این طرف اینجا. خب این الان در واقع، خب من ادامهش بدم. ببینید انتخاب میکنم سطح سمت راست این بنا را، چون که تمام سطوحی که در واقع مثل این، مثل این، تمام سطوحی که به سمت این سمت بودن را در واقع ما هاشو زدیم. خب منم انتخاب میکنم، سعی میکنم وقتی که هاشورم در واقع بزرگ میشه، سطح هاشورم بزرگ میشه، سعی میکنم لبه اتودم رو پهن کنم. نمی کنید این پهن ها رو میتونید با کار روی سه جایی که میدونید مهم نیستن، مثلا مثل این درخت، این پهن ها رو به دست بیارید. نمی کنید درخت ها حالت چوب بهش میدن، در این حال که دارم مدادم رو پهن میکنم، در واقع این کاری که من انجام میدم به نوعی بهونه است برای اینکه من مدادم رو پهن کرده باشم. نگاه کنید حالت برگاشو، افتادگیش را نگاه کنید به این صورت. مدادم پهن شد، لبه مدادم الان آماده است. خب نترسید، اینا در واقع اینو بهتون گفتم که نترسید. نگاه کنید من از الان از پهنای مدادم استفاده میکنم. دست آنها ببینید ریتمیک خیلی مرتب سمت راست بنا رو در واقع الان هاشور زدین. ببین دامنه این هاشور بلنده، خیلی مهمه که این دامنه بلند باشه و اینجا الان دامنش کوچیک شد. ببینید چرا؟ چون که باید یک دست باشه. حالا در واقع چرخش میدم این کاغذ رو و جایی که خالی مانده رو درست میکنم، نگاه یه دستش میکنم. خب اینجا رو هم باز همینطور یه هاشور اینجا ها میزنم، تقسیم بندیش میکنم. نگاه کنید سمت چپ و راستش دراز شد، همین هاش رو بالا دارم. نگاه کنید اینجا با همون زاویه که زدم از پهنای اتودم استفاده میکنم. ببین چقدر یک دست شد. ببینید سطح اینجا رو بافت خیلی خوبی بهتون میده. باز این هاش رو توی در واقع فرم گنبدمون هم استفاده میکنید. نگاه کنید از همون پهنایی که پهن شده استفاده میکنم، به سمت این طرف میام. خب باز این هاش رو توی این قسمت فرم
عمودیمون استفاده میکنم. میدونید یه طراح فرم ها رو به شکله که در واقع ساده است و هندسیه میشناسه. برای من مثلا این مناره نیست، توی ذهن من این به معنی فرم عمودیه. اینجوری خلاصش کنم، مثلا این خود این درخت داره به میگم یه فرم عمودی. یعنی سیستم تجزیه تحلیلتون این باشه، خیلی راحت تر زمان طراحی میتونید و یا هاش رو میتونید کار کنید. تأکید ها میذارم روی پایه های این ها و اینجا های سری در واقع فرم های از اینجا آویزون نگاه کنید. خیلی خط خطی درختش رو ببینید، بیاید دقیقا هاشور بزنید نگاه کنید. اینجا شاید این زیرش تیره تر، شاید این بالا باز دوباره تیره. نگاه کنید، نگاه کنید از چند ردیف هاشور استفاده کردم. اون آویزون بودنه به هر کارم رو میگم تأکید. نگاه کنید تأکید چند تا خط درشته همچین تأکید دار میذاریم و کافیه دیگه. حالا مثلا چپگیر نشید، بخواید دائم از این خطوط بذارید. اینو از بحث درختش، من زخامت درختش نگاه کنید، میام یک سری خط اینجوری نه چقدر کم، در همین حد، فقط در حد اینکه چوب برسونی. من همچنان زخامت درخت در نگاه کن، تأکید اون این ما نقاشی نمی کنیم، ما در واقع داریم اسکیس یا طراحی کار میکنیم. باید خطتون آزاد باشه. خب اینجا هم که یه دونه دیوار دیگه هست، خیلی ساده. این بازی درخت دیگه این طرف داریم. روزنه من پایینه این درخت رو نگاه کنید، یکم سایه بندازیم. این بیاید یه هاشوری بزنید، خب یه هاشوری باز با زخامت مداد. این هاشوره، خب این هاشور اینجا ها که میاد در واقع نقطه نقطه میشه، چون که سایه برگ های دور درخته اینو روی زمین. این چی میگم؟ حالا این نقاط داخل این هاشور که میان تیره تر میشن، سایه برگ هایی که خیلی دیگه در هم تنیده هستن. این هاشور در واقع این درخت هست روی زمین، پس دو قسمت داشت، یکی بیرون اون هاشور، یکی داخل اون هاشور. خب برای اینکه این در واقع اینجا رو نشون بدید، بیاید هاشور بزنید اینجا رو. حالا تو بوت بوت تش بخواییم نگاه کنید، نگاه کنید در واقع با هاشوری که میزنیم اون رو فاصله میدیم مثلا اینجا و اینجا در واقع. این درختمون هم که اینجا هست، من زیاد روش کار نمی کنم. همین چیزی که الان کار شده عالیه، خوبه، در همین حد. فقط شاید روی سایش یکمی کار کنم، سایش روی زمین. و اما آسمان، نگاه این آسمانی که اینجا میذارند خوب خوبه، ولی میشه به آسمان با یه سری خطوط مثلا تأکیدی بیشتری بهش داد. ببین الان بیشتر به آسمان میاد، بیشتر اون زنده شد. خب میام حالا دیگه دورگیری میکنیم. این مرحله یا آخره که میاد یه جوری انگار که جوهرتون زیادتر شده، میاد تأکیداتونو بیشتر میکنید، تیرهاتونو بیشتر میکنید. خیلی تأثیر داره اینا توی کار. خیلی دستای ها شاید نیفته، ولی خب ما به خاطر اینکه حجممون بهتر باشه اینجا رو انجام میدیم، فقط به خاطر اینکه درکمون بهتر بشه از فضا. این به این صورت. اینجا دور باز تاکید کردم
میدونید چون که این فضا داخلی تر بود نسبت به این اومدم یه هاش رو اینجا زدم و همین دیگه. باز روی چارچوب هم نگاه کنید تأکید، شاید مثلا من اینجا مقوام داره له میشه، شاید یکم بیشتر انقدر دارم فشار میدم که شاید فکر کنم پاره بشه دیگه مقوام، به خاطر این خطوطی که دارم اینجا میذارم به عنوان چارچوب. نترسید، نگرانش نباشید، تأکید باید واقعا داشته باشه کارتو اون حالتی که میخوایم بهتون نشون بده. خب اینم از این